این فکر منکن از جامعه باید در بیاریم. این بدبخت میکنه دخترای ما عزیزان. این خیلی آرمادی شما ندیدیم، من دیدم، خیلی دیدم از اینا که از بس که جامعه اینا رو تحریک کرده رفتن به سوی منکنی و منکنی و بدبختی و نتیجه در میفتن توی دام انارکسینورفازا، یعنی بیشتای عصبی یا پرخوری عصبی. سوال شده راجع به اختلالات تغذیه. از نظر روانی اختلالات تغذیه ایجاد میشه، یعنی چی دکتر از نظر روانی؟ ببینید عزیزم، خانم‌ها مثل آقایون نیستن. آقایون به تیپ بدنشون خیلی اهمیت نمیدن به اندازه که خانم‌ها اهمیت میدن. خاطر همین همیشه تو فکر هستن که چی کار بکنن که به وزن ایدئال برسن. بعضی اینقدر فکر میکن توی مسئله که میره تو حالت وسواسی. وسواسی اگر رسید دیگه بدبختیه. شما ببینین الان مثلا میگن فلان قاشق اگر خورد مثلا به یه جای نجس میشه. خب همه میدونن این بذار تو آب در بیاری پاک میشه، زیر شیره بگیری پاک میشه، ولی بعضی که خیلی حالت تفکرشون زیاده، میخوان خیلی میخوان دقت بیشتر بکنن، میرن تو حالت وسواسی. نه این شاید پاک نشده، دوباره میکنه، سه باره میکنه، 20 بار میکنه تش تو آب، مشتهدش گفته یه بار بکنی تو آب پاک میشه، این 20 بار کرد هنوز میگه پاک نشده. عزیزم توی برنامه های اندامم همین حالت میشه. میرن خانم ها از بس کی فکر میکنن، میبینی یه روز رفته یک ورزش های سنگین فوق العاده، یه روز رفته رژیم های سخت فوق العاده. اینا عزیزم نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش میشه این فکر این خانم شبانه روز توی محدوده قیافش و وزنش و ظاهرشه. دو تا بیماری ایجاد میشه. یه بیماری به نام انورکسیا نرفوزا، یعنی یا بی اشتهای عصبی. یه بیماری به نام بولیمی پرخوری عصبی. چیه دکتر؟ این عکس عمل همین بدبختی هست. عکس عمل از بس که فکر کردنه. من یه مثال میزنم بستون. این خانم فرانسوی بود. وزنش 58 بود. قدش 174. مشکل نداره. زیباست. اندامش تا قد 74 دیگه. با وزن 858 رفت به عنوان مدل مال لباس بشه، قبولش نکردن. گفتم باید کم کنی. آوردش به 50، باید کم کنی، من که هنوز نشدی. رسید به 48، بله دست در نکنه، خیلی عالیه، بیا. خلاصه الیزابت کارلو مدل یک پاریس شد. قد 174، وزن 48. چند سال به عنوان مدل بود. از بس کی فکر میکنه و از بس کی فکرش ادامه داد رفت رو 40. یعنی رسید به حالت غذا رو که میبینه از بس کی فکر میکنه که نکنه چاق بشه نمیخوره. غذا جلو بشه بهترین غذا ها میانی با مدل یک پاریسه نمیخوره. رفتون به بیماری به نام انارکسیا نرفوزا یا بی اشتهای عصبی. از 40 رفت به 35، 35 رسید به 30. عزیزان 174 وزنش 30. دکترای دنیا رو جمع کردن به خاطر چون خیلی عزیز بودشون. و 28 که رسید متاسفانه در سن 28 سالگی فوت کرد. عزیزان این میگنش انارکسیا نرفوزا، میگنش بی اشتهای عصبی. معمولا هم در دخترهای بین 15 تا 30 میشه و معمولا پوست اینا سفیدتر از دیگرانه، یعنی پوست سیاه، پوست گندمی خیلی نمیگیره، پوست سفید میگیره و معمولا بیشتریشون توی صنعت مدل و مدل این چیزا هستن. این بس چی شد؟ این بی اشتهای عصبی. بعضی وقتا از بس کی فکر میفته که نباید بخوره ولی نمیتونه نخوره. بابا
وزش طبیعیه ولی میترسه از خوراک. میشینه با خانواده سر سفره. میخوره وقت چی میخوره؟ غذاهای پر کالری ها رو انتخاب میکنه. انتخاب میکنه وقتی خورد غذاهای پر کالری کیف کرد، الان احساس گناه میکنه. همیشه بعد از نهار کجا پیداش میکنی؟ تو دستشویی. چیکار داره میکنه؟ در دستش تو حلقش میکنه، استفراغ میکنه. به این میگن پرخوری عصبی. یا میان قرص اسهال میگیرن که همین که خورد هرچی خورد غذای خوب میخوره، خوشمزه میخوره، ولی فوری میره با قرص اسهال همش دفع میکنه. یا قرص مدر میگیرن که ادرارشون بیشتر بشه و وزنشون کمتر بشه که دیگه به مشکل. معمولا همه اینایی که توی برنامه های همه عزیزان که پرخوری اصلا همشون اندامشون مناسبه هیچ عیبی هم نداره، ولی ترس از چاقی، ترس از که نکنه اندامش به هم بخوره. اگر نه همشون میخوای عکس بگیری میبینی نه همشون سالمه. من یادم یک نوبت از سفر مکه داشتیم برمیگردیم فروگیا جده، یه زن شوهر اومدن، ماشاءالله خوش خانومش مشخص بود، از ظاهرش خوش اندام بود. شوهر دکتر، شما دکتر کرمانی هستن؟ گفتم آره. بفرما. منم تو فروگیا جده بیکار نشسته بودم، گفتم بفرما چی میخواد؟ وای دکتر، این خانومم بعد از هر وعده غذا میرید دستشویی، استفراغ میکنه بعدن در میاد. چیکار کنم دکتر؟ عزیزان، راه حلش فقط یه چیزه، همکاری ما بین روان پزشک و متخصص تغذیه. نمیتونه متخصص تغذیه، چون یه حرف متخصص تغذیه، روان پزشک و خانواده اینجا اثر مهم میذارن که بابا این حرفا چیه؟ شما زیبا هستین، شما خوش اندام هستین، اطرافیان باید بهشون همین رو بگن. شما چون اینا حتی وقتی میبینن وای مسنجر و آینه خودشون شاق میبینن، خودشون خوش اندام هستن، ولی این تا از بس کی گفتنشون، از بسی گفتنشون، یعنی وقتی ببینید. الان من یه مثال میزنم، مثلا همین الیزابت کارلو که گفتم، جالبه اینه بدونین، ما میدونیم بی ام آی وقتی میرسه به زیر 18 نیم یعنی لاغره. همه دنیا همینه دارن میگن، دو تا اختلاف نداریم، چه ممکن باشه چه غیر ممکن باشه، همه میدونن BMI زیر 18.5 یعنی لاغر. حالا ببین، تصور کن خانم الیزابت کارلو قد 174، وزن 48، اوج زیباییش بود که به نظر اینا زیبا بود. BMIش چقدر الان میبینی؟ نتیجهش در میاد 15.5. یعنی عزیزم این تو مرحله لاغری بوده ولی به این میگفتن ممکن. عزیزان این فکر ممکن از جامعه باید در بیاریم. ممکن باید تا 18.5 ممکن قبول داریم. ما ممکن نداریم که 15 و 12 و اینا باشه. این بدبخت میکنه دخترای ما. عزیزان این خیلی رو ما شما ندیدیم، من دیدم، خیلی دیدم از اینا که از بس که جامعه اینا رو تحریک کرده رفتن به سوی ممکنی و ممکنی و بدبختی و نتیجه در میفتن توی دام انارکسینورفازا، یعنی بیشتای عصبی یا پرخوری عصبی. را درمانش هم فقط و فقط خانواده، کمک روان پزش و تخصص و متخصص تغذیه. عزیزان به عنوان پدر، من 75 سالم الان، به عنوان پدر یه توصیه دارم از شما دختران عزیزم، بیشتر مراقب خودتون باشین، گولتون نزدن. مانکنی این نیست که از قانونهای پزشکی تفره برین. قانون پزشکی گفته بی ام آی 18.5 لاغر، زیر 18.5 لاغره. بی خود نیارین خودتونه به 17 و 16 و 15. شاد سرحال و خوشندان باشید.